d'elle. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام محصلین عزیز، با برنامه آموزش آنلاین خوش آمدید. امیدوارم که همه تان صحتمند و تندرست باشید. خب در این جلسه به ادامه درس هایی که در پوهنتون خواندید، لکچر 5 را ادامه می دهیم. در این درس زمان حال جاری یا present continuous tense را می خوانیم. خب در این سلاید present continuous tense زمان حال جاری affirmative statement جمله خبری مثبت. اینجا ما ساختار جملات خبری مثبت زمان حال جاری را یاد میگیریم. در ذیل شما میبینید که ساختار به شکل مختصر به شما ارائه گردیده است. subject فاعل که ما در درس های قبلی خواندیم، plus جمع am is are فعل های کمکی am is و are، plus به اضافه present participle وجه وصفی معلوم که شکل ing فعل را میگوید، plus the rest of the sentence به اضافه باقی مانده جمله. خب باقی مانده جمله میتواند مفعول، قید مکان یا قید زمان و غیره باشد. در ذیل نمونه های از زمان حال جاری را داریم. بیا که با هم بخوانیم. I am drinking coffee. من دارم قهوه می نوشم. You are eating lunch. تو داری نهار می خوری. He is reading a book. او دارد کتاب را می خواند. She is washing the dishes now. او حالا دارد ظرف ها را می شوید. It is raining in Farah right now. همین حالا دارد در فرا باران می بارد. We are practicing our lessons. ما داریم درس هایمون را تمرین می کنیم. You are sitting in your class right now. شما همین حالا در صنفتان نشسته اید. They are installing the security cameras. آنها دارند دوربین های امنیتی را نصب می کنند. خب در این سلاید ساختار جملات خبری مثبت زمان حال جاری را یاد گرفتید. طوری که در این مثال ها می بینید، بعد از فاعل از فعل های کمکی am, is و are استفاده شده و سپس فعل اصلی مورد نظر با آخر خود ing گرفته که در دستور زبان انگلیسی به آن present participle وجه وصفی معلوم گفته می شود. اینجا زمان حال جاری را به گونه سوالیه می آموزیم. Present continuous tense affirmative question، زمان حال جاری جمله پرسشی مثبت. هرگاه بخواهیم زمان حال جاری را سوالیه بسازیم به گونه مثبت، فعل های کمکی am, is یا are را کافی است قبل از subject یعنی فاعل قرار بدهیم و سپس با آخر جمله علامه سوال استفاده نماییم. توجه داشته باشید که دیگر قسمت های جمله تغییر نمی کند، ولی باید به بزرگ نویسی از لحاظ نوشتن توجه داشته باشید. وقتی فعل های کمکی am, is یا are را در آغاز قرار می دهید، نیاز است حرف اول افعال کمکی am, is و are را بزرگ ساخته و فاعل جمله را وقت در داخل جمله استفاده می کنیم، اگر I ضمیر فاعلی شخص اول و اسم خاص نباشد باید به حرف کوچک تبدیل شود. به مثال های ذیل توجه بکنید.
Am I printing a book now? Am I printing a book now? آیا من دارم حالا کتاب را چاپ می کنم؟ Are you listening to music? Are you listening to music? آیا تو داری موسیقی گوش می کنی؟ Is he washing his hands? Is he washing his hands? آیا او دارد دستانش را می شوید؟ Is she ironing her clothes? Is she ironing her clothes? آیا او دارد لباسهاش را اتو می کند؟ Is it snowing in Kabul right now? Is it snowing in Kabul right now? آیا همین حالا دارد در کابل برف می بارد؟ Are we learning English now? Are we learning English now? آیا ما حالا داریم انگلیسی می آموزیم؟ Are you working in the garden? Are you working in the garden? آیا شما دارید در باغ کار می کنید؟ Are they watching the news? Are they watching the news? آیا آنها دارند اخبار را تماشا می کنند؟ خب طوری که در این مثال ها دیدید فقط فعل های کمکی am, is و are را در شروع جملات استفاده نموده ایم و در آخر جمله ها علامه سوالیه مانده ایم. در ادامه بحث زمان حال جاری را به شکل جملات خبری منفی داریم. Negative statements. برای اینکه زمان حال جاری را منفی بسازیم کافی است قید not را به دنبال فعل های کمکی am, is و are استفاده نماییم. توجه داشته باشید که می توانیم not را با فعل های کمکی is و are به شکل isn't و aren't اختصار نماییم، اما am not را اختصار کرده نمی توانیم. به مثال های زیل نگاه کنید. I am not sitting. I am not sitting. من نشسته نیستم. You are not going to school. You are not going to school. تو در حال رفتن به مکتب نیستی. He is not washing his car. He is not washing his car. او در حال شستن موترش نیست. She isn't typing the letter. She isn't typing the letter. او در حال تایپ کردن نامه نیست. It isn't raining now. It isn't raining now. حالا باران نمی بارد. یا حالا باران در حال باریدن نیست. We aren't practicing English. We aren't practicing English. ما در حال تمرین کردن انگلیسی نیستیم. You are not dancing. You are not dancing. شما در حال رقص کردن نیستید. They aren't sleeping. They aren't sleeping. آنها خواب نیستند. خب در مثال هایی که اینجا دیدید طوری که میبینید به دنبال فعل های کمکی am not را استفاده کرده ایم و همچنان بعد از are not، بعد از is not و در اینجا مثال را میبینید که not با is اختصار شده به گونه isn't، اینجا هم اختصار شده isn't و اینجا هم اختصار شده aren't. در اینجا اختصار نکردیم به گونه مکمل are not و در اینجا به گونه اختصاری aren't. قابل ذکر است که شکل اختصاری بیشتر در گفتگو و در نوشتار غیر رسمی استفاده می شود، ولی هرگاه نامه رسمی داشته باشیم نباید اختصار بکنیم و باید شکل مکمل را استفاده کنیم. در ادامه بحث زمان حال جاری را به شکل سوال منفی یاد می گیریم. Present continuous tense, negative question. برای که اینکه جمله را هم سوالی بسازیم و هم منفی بسازیم می توانیم فعل های کمکی am, is و are را پیش از فاعل استفاده نماییم و قید not را بعد از فاعل بمانیم. یعنی ساختار را به این گونه
بیان میکنیم. am, is, or are plus subject. فعل های کمکی am, is یا are جمع فاعل plus not و بعد از فاعل خیلی not را استفاده میکنیم. plus present participle و سپس وجه وصفی معلوم یا شکل ing فعل را plus the rest of the sentence و اضافه باقی مانده جمله و در آخر question mark علامه سوال. توجه داشته باشید که هرگاه خواسته باشیم not را با is و are اختصار کنیم می توانیم isn't و aren't را به گونه مکمل پیش از فاعل بمانیم، ولی در صورتی که not اختصار نشود باید not را بعد از فاعل قرار بدهیم و استفاده کردن آن در پیش از فاعل اشتباه می باشد. به مثال ها توجه بکنید. Am I not eating dinner now? Am I not eating dinner now? آیا من حالا در حال خوردن شام نیستم؟ Are you not listening to music? Are you not listening to music? آیا تو در حال موسیقی گوش کردن نیستی؟ Is he not writing a letter? Is he not writing a letter? آیا او در حال نوشتن یک نامه نیست؟ Isn't she cooking rice? Isn't she cooking rice? آیا او در حال پختن برنج نیست؟ Is it not snowing right now? Is it not snowing right now? آیا همین حال برف نمی‌بارد؟ Aren't we cleaning the yard? Aren't we cleaning the yard? آیا ما در حال تمیز کردن حیاط نیستیم؟ Aren't you doing your homework? Aren't you doing your homework? آیا شما در حال انجام دادن کار خانگیتان نیستید؟ Are they not sleeping? Are they not sleeping? آیا آنها خواب نیستند؟ خب تا اینجا ساختار زمان حال جاری را به شکل بیانی خبری مثبت، سوالی مثبت، خبری منفی و سوالی منفی یاد گرفتیم. حال در ادامه در این سلاید می آموزیم که چه قیدهای زمان را می توانیم در زمان حال جاری استفاده کنیم. Adverb of time، قید زمان. The adverb of time of present continuous tense can be one of the following items. قید زمان در زمان حال جاری می تواند یکی از موارد ذیل باشد. به چوکات سفید رنگ توجه کنید. Now حالا. Right now همین حالا فعلا. Today امروز. At present فعلا اکنون. At the moment فعلا اکنون. Still تا هنوز. به شرکات سیارنگ و مثال ها توجه کنید. Leila is sleeping now. Leila حالا خواب است. We are sitting in the class right now. ما همین حالا در صنف نشسته ایم. I'm not working today. من امروز کار نمی کنم. یا من امروز مشغول کار کردن نیستم. John is living in Paris at present. جان فعلا در پاریس زندگی می کند. Mary is working in her office at the moment. ماری فعلا در دفترش دارد کار میکند. We are still waiting for the reply.
We are still waiting for their reply. ما تا هنوز منتظر پاسخ آنها هستیم. در ادامه آموزش امروزمان طرز افزودن ing به افعال اصلی را یاد می‌گیریم. Adding ing to verbs. افزودن ing به افعال. Remove e and add ing to verbs that end in consonant plus e. از افعالی که به بی صدا جمع ای ختم می‌شوند حرف ای را حذف کنید و ing بیافزایید. وقت با آخر یک فعل حرف ای بیاید و قبل از آن حرف بی صدای باشد، زمانی که می خواهید با آن ing اضافه بکنید اول باید حرف ای را حذف کنید و بعد به آن ing اضافه کنید. به این مثال ها دقت کنید. Write. Writing. نوشتن. Come. Coming. آمدن. Divide. Dividing. تقسیم کردن. Translate. Translating. ترجمه کردن. Type. Typing. تایپ کردن. در ادامه بحث افزودن ing به افعال. Add only ing to verbs that end in at least two consonants. به افعالی که حداقل به دو حرف بی صدا ختم می شوند فقط ing بیافزایید. زمانی که با آخر یک فعل حداقل دو حرف بی صدا باشد و بخواهیم با آخر آنها ing اضافه کنیم، لازم نیست چیز را تغییر بدهیم، فقط ing اضافه می کنیم. به این مثال ها دقت کنید. Help. Helping. کمک کردن. Process. Processing. پردازش کردن یا تحلیل و تجزیه کردن. Add. Add. Adding. افزودن، اضافه کردن. Paint. Paint. Painting. نقاشی کردن، رنگ‌آمیزی کردن. Work. Working. کار کردن. و در ادامه بحث افزودن ing به افعال. Adding ing to verbs. Add only ing to verbs that end in two vowels plus one consonant. به افعالی که به دو حرف صدادار جمع یک حرف بی صدا ختم می شوند فقط ing بدهید. یعنی هرگاه در آخر یک فعل یک حرف بی صدا باشد و قبل از آن حداقل دو حرف صدادار باشد، در افزودن ing لازم است فقط با آخر آنها ing اضافه کنیم و چیز دیگر را تغییر ندهیم. به این مثال ها توجه کنید. Rain. Rain. Raining. باران باریدن. Mean. Mean. Meaning. معنا کردن. Look. Look. Looking. نگاه کردن. Feel. Feeling. احساس کردن و در معنای دیگر لمس کردن. Clean. Clean. Cleaning. پاک کردن، تمیز کردن. Seek. Seek. Seeking. جستجو کردن، طلب کردن. طور که مشاهده میکنید به این افعال فقط ing اضافه کرده ایم. در این سلاید هم بحثمان را با افزودن ing به افعال ادامه می دهیم. If a single syllable verb ends in one vowel plus one consonant. اگر یک فعل یک سیلابی با یک حرف صدادار جمع یک حرف بی صدا ختم گردد. The final consonant letter. حرف بی صدای آخر. Is repeated before adding ing. قبل از افزودن ing تکرار می شود.
به مثال ها دقت کنید. اگر با آخر یک فعل یک سیلابی صرف یک حرف بی صدا داشته باشیم و قبل از آن یک حرف صدادار داشته باشیم، در افزودن آینجی لازم است حرف بی صدای آخر را یک بار دیگر تکرار کنیم. به طور مثال get, get, getting, getting. به دست آوردن، حاصل نمودن. set, set, setting, تنظیم کردن. run, run, running, دویدن، اجرا کردن. stop, stop, stopping, توقف کردن. خب در قسمت چوکات سیاه یک یادداشت داریم. نوت، یادداشت. Add only ing to verbs that end in x or w. به افعالی که به حرف x یا w ختم می شوند فقط ing بیافزایید. یعنی هرگاه یک فعل به حرف x یا به حرف w ختم شود و قبل از آن یک حرف صدادار باشد، لازم نیست که حرف x یا w را تکرار کنیم و لازم است فقط به آن ing اضافه کنیم. این به این خاطر است که حرف x ظاهرا یک حرف است ولی در تلفظ دو حرف محاسبه می شود، چون حرف x همزمان صدای کاف و سین ادغام شده را می دهد و حرف w از جمله حرف‌های نیمه صدادار است که وقتی قبل از آن حرف صدادار بیاید با حرف صدادار یک جا شده صدای ترکیبی را ایجاد می کند. fix, fixing, ترمیم کردن. blow, blowing, وزیدن. و در ادامه دست باز هم افزودن ing به افعال. adding ing to verbs. Add only ing to verbs that end in y. به افعالی که به حرف y ختم می شوند فقط ing بیافزایید. ما قبلا آموخته بودیم که وقتی به فعل ها حرف s اضافه می کردیم لازم بود که حرف y را در صورتی که قبل از خود حرف بی صدا داشته باشد به i تبدیل نماییم و سپس es بدهیم. ولی در مورد ing اضافه کردن مهم نیست که قبل از y حرف صدادار است یا حرف بی صدا و نیاز نیست که y را تغییر بدهیم، فقط با آن ing اضافه میکنیم. با مثال ها دقت کنید. play, playing, بازی کردن، نواختن، پخش کردن. stay, stay, staying, ماندن، اقامت داشتن. buy, buying, خریدن. study, studying, درس خواندن، مطالعه کردن. apply, apply, applying, درخواست کردن، اعمال کردن. try, trying, کوشش کردن، تلاش کردن. در ادامه درس طرز افزودن ing را به افعال می آموزیم که به حرف c ختم می شوند. if a verb ends in c, اگر فعل به حرف c ختم گردد، add k after c, بعد از حرف c حرف k را اضافه بکنید. and then add ing, و بعد ing اضافه کنید. و مثال ها توجه کنید. picnic, picnicking, میل رفتن. panic, panicking, وحشت کردن، دست پاچه شدن. traffic, trafficking, قاچاق کردن. mimic, mimicking, تقلید کردن. tarmac, tarmacking,
اسفالت کردن، سنگ فرش کردن. خب در این سلاید می آموزیم که چگونه به افعالی که به حرف آی ای ختم می شوند ing بیافزاییم. If a verb ends in ie، اگر فعل به حرف ie ختم گردد. Change ie to y، ie را به y تبدیل نمایید. And then add ing، و بعد ing اضافه کنید. خب مثال ها را میبینیم. Die، die، dying، مردن، خشکیدن. Lie، lie، lying، دراز کشیدن و در معنای دیگر دروغ گفتن. Tie، tie، tying، گره زدن، با تناب بستن. Vie، vie، vying، رقابت کردن، همچشمی کردن. در ادامه درس به کاربرد زمان حال جاری می رسیم. Present continuous tense usage، زمان حال جاری کاربرد. زمان حال جاری کاربردهای زیادی دارد، ولی در اینجا برای شما دو کاربرد اساسی آن را توضیح می دهیم. کاربرد اولی، an action which is in progress right now، عملی که همین حالا جریان دارد. هرگاه بخواهیم در مورد عمل صحبت کنیم که در همین لحظه‌ای که جریان دارد به گونه جاری است، از زمان حال جاری استفاده می کنیم. به مثال ها نگاه کنید. I am standing right now، I am standing right now، من همین حالا استاده ام. You are sitting، you are sitting، شما نشسته اید. The wind is blowing، the wind is blowing، باد در حال وزیدن است. David and John are playing video games، David and John are playing video games، دیوید و جان در حال آتاری بازی کردنند. Mary and Leila are talking on the phone، Mary and Leila are talking on the phone، ماری و لیلا دارند تلفنی صحبت می کنند. The cat is running on the wall، The cat is running on the wall، گربه بالای دیوار می دود یا در حال دویدن است. خب این کاربرد اولی بود و در ادامه بحث کاربرد دوم را می آموزیم. کاربرد دوم زمان حال جاری، An action which will happen in near future، عملی که در آینده نزدیک رخ خواهد داد. گاهی اوقات زمان حال جاری را برای بیان عملی به کار می‌بریم که در آینده نزدیک قرار است رخ بدهد. به مثال‌ها توجه کنید. I am going home tomorrow، I am going home tomorrow، من فردا خانه می‌روم، یعنی قرار است خانه بروم. We are leaving at 8 o'clock، We are leaving at 8 o'clock، ما ساعت 8 بجه حرکت میکنیم. She is coming here next week، She is coming here next week، او هفته آینده اینجا میآید. What are you doing this evening، What are you doing this evening، اصل امروز چه کار میکنید؟ یعنی چی پلانه دارید؟ I am visiting my parents this evening، I am visiting
my parents this evening. من عصر امروز والدینم را دیدار میکنم. تا اینکه در هفته آینده سلاید بعدی آموزشی من را میگذاریم، همه تان را با خداوند منان میسپارم. خدا حافظ و ناصرتان باد. بیدل.